چاره ای نیست، همین حالا وقتشه. از من نخواهید که التماسش کنم. منم نگفتم التماسش کن، خواستم بدونی که موضوع خیلی مهمه. کافیه اونم همینه بدونه، اون وقتی که رفتار همیشگیش پیش میگیره. من نمیخوام کاری کنم که دوباره مقابل من بایسته. الان وضع فرق کرده، سارام اینو خوب میدونه، مجبوره به تو متکی باشه. شما از غرور اون خبر ندارید، اون حاضر تنها بمونه ولی از من چیزی نخواد. احمد، من همش نگران اینم که تو یه روز مجبور بشی ازش خواهش کنی. نمیخوام این اتفاق بیفته. میگی چی کار کنم؟ اون به من بیعتماده، نمیخوام تو موقعیتی قرارش بدم که اینو به زبون بیاره. اتفاقا اون هرگز این حرفا نمیزه. تو هم باید اونو در موقعیتی قرار بدی که بدون تنها راه اعتماد کردن به توه. خب میگی چی کار کنم؟ هیچی، بگو من وقت دنبال کردن کارهای پدر مادر رو ندارم، یکی دیگه باید این کارو بکنه. یکی دیگه؟ آره یکی دیگه. اون وقت ببینی که عجله اون برای رفتن به دفترخونه و دادن وکالت بیشتر از تو هم میشه.
یعنی کار کی میتونه باشه؟ تو که اصلا نیومدی اینجا، منم همون روزای اول اومدم. موقعم همه چی سر جاش بود، درست همونطور که مادر قبل از رفتن مرتب کرده بود. هر کی بوده با اومدن ما کارش ناتموم مونده. ما بعد موقع اومدیم. کیه؟ کیه؟ سلام نداش. سلام. 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 خیلی عجله داشتی؟ چرا صبر نکردی من بیام؟ دیگه بیشتر از این نمیخواستم زحمت بدم. درزم به روزم با هم بود. حالا واقعا تصمیم گرفتی اینجا بمونی؟ هم به روز؟ خونه ما بهتون بد میگذشت؟ داداش من نمیخواستم سارا تنها بمونه. خیلی خوب، هر طور که راحت دارید. کسی اینجا بوده داداش؟ چطور؟ آخه اینجا همه چیزش به هم ریخته. خب من بودم، وقت نکردم مرتب کنم. تنها؟ منظورت چیه تنها؟ خب معلومه. دنبال چیزی؟ داری منو سینجی میکنی؟ دنبال سند خونه بودم. سند خونه؟ خب آره، اما پیداش نکردم. حتی میپرسید برای چی؟ خب معلومه، برای انحصار وراثت. این یکی رو میدونید یا توضیح بدم؟ این کارم یه وکالتنامه میخواد، یعنی اینکه یکی از طرف دو نفر دیگه باید وکیل بشه. بروز تو این کارو میکنی؟ خیلی خب میدونید که من گرفتارم، باید به فکر کارگان باشم. یعنی سارا این کار رو انجام بده؟ دیگه خودتون میدونید بروز جان. تو به چی فکر میکنی احمد؟ موضوع روشنه سارا. ببین ما باید به اتفاق هم بریم یه دفترخونه، یه نفر از طرف بقیه وکیل بشه، به همین سادگی. تو برای این کار عجله داری؟ عجله؟ آخه چرا باید عجله داشته باشم؟ نه. پس بهتره یه وقت دیگه صحبتشو بکنیم. آخه چه فرقی میکنه؟ چه حالا، چه وقت دیگه؟ من به تو اعتماد دارم. من آمادگیشو ندارم. تو چی؟ به من اعتماد داری؟ بهروز تو چی کار میکنی؟ منظورتون چی؟ یعنی اینکه میتونی کارا رو پدر رو انجام بدی؟ من که نمیتونم، یعنی بلد نیستم. بعدش هم هنوز تکلیف سربازی معلوم نشده. خیلی خوب، پس فقط میمونه سارا خانم. ببین داداش، حال ساران که خوب نیست، باشه برای بعد. این کارا باید زود انجام بشه بهروز جان. طلبکارای مغازه، بدهکارا، وصول پولای پدر، تکلیف ارث و میراث. آخه اینا که شوخی نیست. وقت بذارم که حال سارا خانم خوب بشه، اونم با اومدن تو این خونه. شما که شاهد بودید، مثلا با اومدن به اینجا مخالف بودم.
پس شما نظرتون اینه که فعلا برای این کارا زوده؟ باشه، فقط ببین بهروز، تو از این به بعد باید مواظب این خونه و سارا باشی. من؟ خب آره، تو که باهاش پا شدی اومدی این تو این خونه. من که نمیتونم خودم اسیر کنم. حالا که شدی تماش نمیذاری. فهمیدی چی گفته؟ هر چیزی هم که مربوط به پدر و مادره جمع میکنی تو اتاق، سند خونه، مدارک مغازه، هر چیزی گیر آوردی. فهمیدی چی گفته؟ خیلی خوب. کاری نداری؟ نه. خداحافظ. خداحافظ. سارا. سارا. رفت؟ آره رفت. خواستم در مورد اینجا بگم که ببین بهروز، لطفاً اصلا خودتو پابند من نکن. چی میگی سارا؟ مثل که من میخوام مراقب تو باشم. فعلا که این خونه رو به هر خونه دیگه ای ترجیح میدم. یعنی میخوای اینجا بمونی؟ آره، چه خونه ماست، خونه پدریمون، خونه که مامان بابا توش زندگی میکردن. اصلا موندم چیجی رو یه ماه هم تحمل کردم. تصمیمم ندارم جای دیگه ای برم. حتی اگه من نمونم؟ حتی اگه تو تنهام بذاری. خواهد بگی خیلی شجاعی؟ چی؟ هیچی، من دارم میرم بیرون. قلبت این که هوا تاریک بشه برمیگردم. نگران من نباش بهروز، خواهد هر موقع برمیگردی سر راد یه چیزایی هم مثل خونه بخر. میکاش فرزانه خانم اینجا بوده کمکت میکرد. متاسفانه همون جواب قبلی رو باید خدمتتون عرض کنم. چه شده فرزانه؟ میخوای من داد بزنم که بچه نمیخوام؟ ها؟ همینجا برم وسط خیابون داد بزنم؟ آرش، تو نمیتونی مادرت از این حق محروم کنی. خانواده من موضوع اینه. ببین، اونا هم دیر یا زود قطع امید میکنن، با شرایط جدید ما کنار میان. امیدوارم. فرزانه، تویی که باید با این حقیقت کنار بیای. انتظار دارم بیشتر به زندگیمون فکر کنی. خواهش میکنم. خیلی خوب، تموم شد؟ حالا میتونم به سارا سر بزنم؟ سارا بهونه است نه؟ بله بهونه است. من نمیتونم بیام خونه، حداقل الان نه. من از رفتار سر در نمیارم. اگر هم موضوعی هست با فرار ازش مسئله حل نمیشه. میخوام با هم بریم خونه. آرش، سارا منتظر منه. بهش زنگ میزنی. اصلا میدونی چیه؟ من بهش زنگ میزنم میگم امشب تو نمیتونی بری پیشش. بیا بریم. حاجی آقا. بله. ببخشید، پلاک 48 کدومه؟ شما منزل کی رو میخواستید؟ منزل آقای ستوده. خدا رحمتشون کنه. همینجا. خیلی ممنون. بفرمایید. ببخشید خانم، اینجا منزل آقای ستوده است؟ شما؟
شما دختر اون خدا بیامرزه هستی؟ شما؟ الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم. نگفتین شما کی هستی؟ زن اون بدبختی که الان تو حبسه، زن اون راننده کامیون بخت برگشته که ماماچین پدر و مادر شما تصادف کرده. کیه سارا؟ برادرتونه؟ بله. وای خدا مرگم بده، چه مصیبتی، چه مصیبتی. خدا الهی مرگ منو برسونه که از این بدبختی خلاص بشم. ای خدا مالا با گریه که اونو زنده نمیشن کرد. من چجور تو روی شما دوتا نگاه کنم؟ چیه سن؟ زن و بچه همه راننده هم. اونی که پدر مادر رو کشته؟ حالا که چی؟ فکر میکنه با گریه کردن اونا زنده میشن؟ نکنه اومدی معذرت خواهی؟ نکنه اومدی حلالیت؟ جون این بچه بخت برگشته ازم بگذرین. خب خانم حالا میگی ما چی کار میتونیم بکنیم؟ دو ماهه که شوهر بدبختم افتاده زندان، با سختی از مرشد کوبیدم اومدم ملاقاتش، هیچ کسی رو ندارم. آدرس شما رو به زور پیدا کردم که بیام یه سری بهتون بزنم، تسلیتی هم بهتون بگم. خیلی خوب گفتید، بفهمید. خیلی ممنون. بهروز خاله، ما گناه داریم. نکنه میخوایی ببرید تو خونه؟ ببریم تو. بهروز حرف اضافه نزن. سارا من دوست ندارم از اینا پذیرایی کنی ها. بس کن دیگه بهروز، بدبختاش تقصیری دارن. خیلی خوب میخوای رضا بدی بده، برای اونو بیرونش کن. بس نمیتونم تو این خونه ببینم. خیلی خوب، تو حالا بهتره بری به احمد یه زنگ بزن. برو. پاشو بریم زیبا جون. کجا؟ بفرمایید، اینم آدرس مسافرخونه. برادرتون حق داره، هر کسی دیگه هم جای اون بود همین کارو میکرد. لااقل چاییاتونو میخوردی. خیلی ممنون، فردا دوباره میرم ملاقات شوهرم، بعدش هم با خداست. خانم خدا اونا رو بیامرزه. من وقتی شما رو دیدم تازه فهمیدم چی شد. با اجازه. سلام جواد. سلام. خوش آمدید. خوش آمدید. بله بفرمایید. سلام. سلام. بفرمایید. چرا نیومدی دنبالم؟ گفتم که ترتیب کارا رو خودم میدم. من مزر تماست بودم. خب اتفاقی نیفتاد. خب سارا دیدی؟ چی گفت؟ هیچی. گفت باشه برای بعد. همین؟ بله همین. شما که میدونید سارا اخلاق خاص خودشو داره. سند چی؟ پیداش کردی؟ نه، اما به بهروزم گفتم بگرده. ببین احمد، تو این دعوا من طرف تو هستم. دعوا؟ کدوم دعوا؟ کدوم دعوا؟ همه چیزو فراموش کردی؟ یاد دفتر پدرت میخواست سندو به نام سارا بزنه؟ خب به هر حال نشد. نشد؟ خیلی خوب. فکر میکنی سارا چی؟ از نظر پدرت خبر داشت؟ وکالتنامه؟ سند؟ شاید نظر سارا در این مورد درست باشه. قید چند وقتی بگذره منم حال این کارو پیدا کنم. من فکر میکنم حق با پدر مرحومت بوده. چطور؟
در مورد سارا باید به فکر او می بود. منم جاش بودم خونه رو به نام دخترم می کردم. شوخی می کنی؟ نه شوخی نمی کنم. برجا تو یه مردی، می تونی جلو پلاس خود از آب بیرون بکشی. اما سارا یه دختره، اون خونه براش یه پشتوانه مالیه، می تونه با اون زندگی کنه و عمرش بگذرونه. نظر من این نیست، شما که اینو خوب می دونید. من در مورد نظر پدرت حرف میزنم. او روی حساب میخواست این کارو بکنه. بهروز چی؟ اونم که فرزند همین خانواده است. ولی آسوب است. پدرت میدونسته که تو زیر پر و بال اونو میگیری. اگه میخواستم به این کار تن بدم، زمان زنده بودنش اینقدر باهاش رو بس نمیکردم. آخه دلیلی نداره که سارا نگران آیندهش باشه. سارا با پولای پدر درس خونده، دکتر شده. حالا میتونه به راحتی بره سر کار. سهمش هم از خونه محفوظ. الو. سلام بهروز، توی؟ چی؟ کی اومده؟ کی راش داده؟ سارا بی خود کرده؟ اگه اون میخواد رضایت بده بده، اما من که رضایت نمیدم. زنم، به اون زنم بگو هر کاری که میخواد بکنه بکنه، ما ثبت میکنیم تا وقت دادگاه. گوش کردی چی گفتم؟ گوش کردی چی گفتم یا نه؟ خیلی خوب، خداحافظ. چی شد؟ یه باره تون شدی؟ یه چیز، زن بچه اون راننده اومدن میخواستن رضایت بگیرن. به بروز گفتم که اصلا راشون نده، بهشون میگه که رضایتون در کار نیست. الو، آقا بهروز سلام، من جباری هستم. آره آره، همین الان موضوع رو از احمد آقا شنیدم. آها، اون زن بچه رو میگم. رفتم مسافرخونه، میتونی آدرس مسافرخونه رو بگی من بنویسم؟ آها، بگو. آها آه. خیلی خدا نگهدار. من فکر میکنم احمد آقا یه کارایی بشه کرد. موضوع چیه؟ این که درسته که اون زن و بچه اون راننده ای هستن که مسبب مرگ پدر و مادر تو شدن، ولی اونا گناهی ندارن. نه تنها گناهی ندارن، بلکه شاید بتونن گره هایی رو باز کنن. من نمیفهمم شما از چی دارید حرف میزنید. کافیه تو به من اعتماد کن. یا آقای اومده با شما کار داره. من که اینجا کسی رو ندارم. میگه یکی از آشناهاتونه. باشه میام. باشه بریم دخترم. سلام خانم. سلام خانم کوچولو. ببخشید، من از بستگان مرحوم ستوده هستم. میدونم که امروز ناامیدتون کردن، اما من اومدم شاید بتونم کاری براتون بکنم. شما کی هستی؟ چه اهمیت داره من کی هستم؟ شما میخواد شوهرتون از زندان آزاد بشه، درسته؟ بفرمایید بشین. بیا دخترم بیا. میدونی که چه عزایی تو اون خونواده به پا شده؟
حق دارن رضایت ندن. میدونم بعد از چند سال تازه قسط کامیون تموم شده بود، فکر کردم روزای خوش زندگیمون رسیده، اما سیاه‌بخت شدم. کامیون از بین رفت، شوهرم افتاد تو حبس. تا حالا دستمو پیش هیچ کس دراز نکرده بودم. این مدتم خرجیمون و دامادمون میداد. حالا گفتم برم پیش ورثه خدا بیامرزا، شاید بخشش کنن و شوهرم از حبس آزاد بشه، بعد که بتونم یه خاکی تو سرم بریزم. گره کارت به دست پسر بزرگ اون مرحوم باز میشه. میخوام کاری که میگم بکنی. دوباره میری خونه مرحوم، همونجا میمونی تا پسر بزرگش بیاد. همین. ولی اونا رضایت نمیدن. شما نگران این چیزاش نباش خانم. اسم شما چیه؟ اسمم زیباست، بابام بهم میگه زیبایی. چون حقیقتن هم زیبایی. حالا من این شکلات خوشمزده رو به شما میدم که باز کنی و بخوری ببینی چقدر خوشمزده. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خب پس شما آماده باشید تا من شما رو ببرم برسونم. سلام. فرزانه من اومدم. سلام. سلام. برای فرزانه عزیز. دست در نکن. بذار تو گردن. چی میخونی؟ هر چی خوندی بسه. پاشو یه چیزی درست کن. باید تمومش کنم. به سارا خانم زنگ زدی؟ نه. تو که خیلی نگرانش بودی. دیگه برام مهم نیست. تو اینقدر لجباز بودی و من نمیدونستم. پاشو لباسات رو بپوش بریم. اصلا میدون چیه؟ امروز میریم نهارو بیرون میخوریم، برگشتنی هم به سارا خانم سر میزنیم. پاشو. حوصله ندارم آرش. خیلی خوب، اینجا با هم حرف میزنیم. من منتظرم. آرش، خواهش میکنم دوباره شروع نکن. نه، اتفاقا میخوام تمومش کنم. چیزی ندارم بگم. مادرم زنگ زده بود، نه؟ خب چی گفت؟ هیچی، چیز خاصی نگفت. خیلی خب پس من میگم. مادرم زنگ زده بود، مثل همیشه آرزوهای خودش رو تکرار کرده بود. میگفت دلش میخواد نوه داشته باشه. اونم نه یکی، بلکه چند تا. حرف من هنوز تمام نشده فرزانه. تو هم گفتی رفتیم دکتر و دکترم دوا داده، نه؟ چی باید میگفتم؟ چرا نگفتی میترسی؟ من نمیترسم آرش. چرا حقیقتو به مادرم نگفتی؟ چرا نگفتی از قضاوت دیگران میترسی؟ بس کن آرش. تو برای خودت یه تابو ساختی، یه تابوی نازایی. اینطور نیست. فرزانه این تویی که نمیتونی با این مسئله کنار بیای. سلام آقا امیر. سلام. خوبی؟ چطوری آرش؟ ببخشید بی خبر اومده. مثل همیشه. میخواستم ببینم شما سر به سارا نزدید؟ تو هم نگرانشی؟ آره، آخه از دیروز رفته خونه پدری. بله شنیدم، بفهم. گفتم شاید فرزانه خانم یه خبری. آره فرزانه از وقتی اومده خونه حالش خوب نیست. میگفت وضع روحی سارا خیلی بده، طوری که بهروز از ما به عنوان دوستای سارا کمک خواسته، مخصوصا از تو. فرزانه میگفت سارا اگه تنها تو خونه بمونه دیوونه میشه. آره به نظر منم زود بود که برگرده خونه. نه من فکر میکنم سارا خیلی کار خوبی کرد که رفت سر خونه زندگیش.
میدونی امیر، مشکل خیلی اینه که نمیتونن با واقعیت زندگیشون کنار بیان. با رفتاری که برادرش احمد داره خیلی نگرانشم. آرش، میخواستم با فرزانه خانومم یه مشورتی بکنم. والا فرزانه نمیتونه کاری بکنه. سلام آقا امیر. سلام فرزانه. بفرمایید. خواهش میکنم. آرش، من با اجازه میرم پیش سارا، شبم شاید پیشش بمونم، با تماس میگیرم. مواظب خودتون باش. خداحافظ. خیلی ممنون. خداحافظ. تو نمیخوای باش بری؟ نه، وقتشه که تنها باشم. از اینجا به بعدش دیگه با خودت. به سلامت. اگه رضایت ندادن؟ اگه پسر بزرگش رضایت بده، اون دوتای دیگه حرفی ندارم. تا رضایت نگرفتی از اون خونه بیرون نیایی، یا شوهرت باز خلاص شی. خدا عمرتون بده. دیگه از منم اسمی نگیرین. خوبم. تو چطوری عزیزم؟ خوبم. الهی فدات بشم من. امشب که پیشم میمونی؟ آره. خب زنگ بزنم از آرش تشکر کنم. امشب خواب بخوابا. چرا؟ کلی حرف داریم بزنیم. راستی سارا، اینا کیان تو حیاتم؟ اونا هیچی، زن و بچه هم راننده کامیونن. زیبا، مواظب خودت باش. نترس مامان، مواظبم. آب قشنگه، آسمون آبی رنگه، هدیه فصل بهار، گلهای رنگ رنگه، پرنده ها ساد و سبک با. آج چوزه تلفن با شما کار داره. الو میام. کمکش کن دیگه، بیخوای وان اصلا دیگه. احمد، احمد آقا سلام، چطوری؟ سارا تماس نگرفت؟ ببین من دارم میرم سراغ یکی از دوستای دفتر دارم، ببینم میتونم رازش کنم بیارمش خونه، وکالت نامه رو تنظیم کنه، قالب بکنه. خبرشو به من بده، منتظر تماسش باش. بسیار. خداحافظ. خداحافظ. خب نیم پرسی چی شد شال و کلا کردم اومدم پیشت؟ حتما معرفتت گل کرده. نه، اگه به خواهش اون نبود که من اینجا نبودم. از کی داری حرف میزنی؟ خب امیر دیگه اومده بود خونمون. نمیدونی چقدر نگرانت بود سارا. چقدر تو این مدت بهش سخت گذشت. ولی میدونی که از علاقش نسبت به تو کم نشده. من فکر میکنم تو در کنار اون خوشبخت میشی سارا. باید احمد رو راضی کنی. نگران نباش، انشالله همه چی درست میشه. تو باید از خونه بزنی بیرون، باید کار کنی سارا. چه خبر؟ تلفنی که بهتون گفتم. دنبال سند گشتی؟ راستش نه، وقتی شما پیداش نکردی من چجوری پیداش کنم؟ باید خوب دوباره خونه رو بگردیم. ببینم شما مغازه رفتید؟ تصمیم دارم که برم. چطور مگه؟ آخه پدر خیلی چیزاشو تو گاف صندوق مغازه نگهداری میکرد. برادرم هست. سلام آقا. سلام خانم. ببین خانم، من اگه رضایت دادم فقط به خاطر خواهرم بود. متوجه هستی؟ خدا عمرتون بده. من این بچه یک عمر دعا گوتونیم. شوهرم که آزاد شد میام دست بوستم. سلام احمد. سلام. سلام آقای ستوده. ببخشید. ببین سارا، من اگه رضایت دادم فقط به خاطر تو بوده، وگرنه هرگز این کارو نمی‌کردم. باید تشکر کنم؟ نه، کاری که میگم باید بکنید. چه کاری؟
بعد تماس بگیرم یکی از آشناها بیاد اینجا. باید اینکه وکیل بشه. بعد بره دادگاه رضایت بده که شوهر این خانم خلاص بشه. حتما یه نفرم توی. بله. یه وکالت تام. البته من اصراری نمی کنم ما. میتونه این کارو نکنی. جواب اون زنم بخورد. اسمش چیه؟ بگو دخترم. اسمم زیباست. بابام به میگه زیبای. نازی. خیلی خوب. باید چیکار کنم؟ الو. بفرمایید. بله. بروز جان. کجا رو باید امضا کنم؟ شما فردا زور تشریف بیارین دفترخونه، وکالتنامه آماده است. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خانم، من یکی دو روز دیگه میرم دادگاه. انشالله شوهرتون تا آخر همین هفته آزاد میشه. خدا عمرتون بده. خدا انشالله عوضتون بده. نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. با اجازه. خوش اومدید مادر، خوش اومدید. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. ایشالله بقای عمر شما باشه. هر چی از خدا میخواین ایشالله خدا بهتون بده. خوشبخت بشی دخترم. فدات بشم. ممنون. الهی قربونت برم. خدا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. خدا نگهدار. نه اصلا خجالتم نده دخترم. شما بایستان فرزان خانم، میخواستم به خاطر برخورده دیروز اگه تندی کردم معذرت بخوام. مهم نیست. در مورد موندن سارا تو این خونه فکر میکنم که نظر شما درست باشه. بالاخره شما که نمیتونید همیشه پیشون بمونید. منم فکر میکنم کار کردن فکر خیلیش خیلی کم میکنه. بله بله. فقط خواهش میکنم که خودتون این کارو بکنید. چطور؟ آخه میدونید بالاخره ما در مورد خواستگار سارا باید بیشتر تحقیق بکنیم. نمیخوام کاری رو که سارا میخواد پیدا بکنه یک بهونه‌ای باشه برای رفت آمد ما آقا. متوجه منظورم که هستی؟ بله. بله. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. بهروز جان، تو آدرس اون پسر رو داری؟ کدوم پسر؟ شاگرد آقا جون رو میگم دیگه. اسمش چی بود؟ مولا رو میگید؟ خوش اومد احمد آقا، صفا بردید. خیلی ممنون مولا جان، متشکر. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. چند وقت مغازه نرفتی؟ بعد از پتاج آقا دیگه نرفتم آقا. یعنی دلم دیگه نایمد برم مغازه رو ببینم. خیلی خوب. پس بیا با هم دیگه بریم مغازه رو برگردیم. الان احمد آقا، تا رسیم بازار شب میشه. اشکال نداره، من خودم برات میگردم، نگران نباش. پس اجازه بدید من برم کلیدا رو بیارم. باش. بفرما یه چایی بخورید. قربونو تو برم، مرسی. بعد این خوره سریعی تر مولو جان. Thank you.
بله آقا. نگفتی این چند وقت کجا بودی؟ پیش آقای کمالی بودم. میگفتش که آقا جون بهش گفته مغازه رو برش بفروشه. چی؟ مغازه رو بفروشه؟ بله آقا. منم منتظر شدم تا شما بیای. خیلی خوب. مولا جان. بله آقا. تا من یه نگاهی بینام میندازم یه چای واسه من دهن بکن. چشم آقا. ببین از همون چایی که واسه پدر درست میکردی؟ چشم آقا. الان چای آماده میشه احمد آقا. چی؟ علی پارسا. مولا؟ بله آقا. تو کسی به نام علی پارسا میشناسی؟ نه آقا. عجیبه. آدرس سنتی آدرس خونه پدره. ولی چرا علی پارسا؟